همه شب بر آستانت شده کار من گدایی، به خدا که این گدایی ندهم به پادشاهی. یا ابن الحسن همه شب بر آستانت چو سگون نهاده ام سر، که رقیب بر نیاید به بهانه گدایی. به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. اللهم کن لولیه الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ثم إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. يا صلوات بحث تطائر کتب و نشر صحف و صحائف و نامه های اعمال و بحث حساب و بحث این که شهود در روز قیامت کیا هستند انجام شد. اما وقتی شروع به سوال می کنند، شروع به حساب و کتاب می کنند، شروع حساب و کتاب از کجاست و از چه چیز سوال می کنند؟ روایات اینجا مختلفه. در یک روایتی هست که وقتی می فرمایند در توضیح آیه شریفه که روز قیامت 50,000 سال است، می فرماید به خاطر این که 50 موقف است، ایستگاه است، هر موقفی 1,000 سال و هر 1,000 سالی از چیزی سوال می کنند. در بعضی روایات می فرماید درسته که ما داریم ان الله سریع الحساب، خداوند متعال سریع الحساب است، خداوند سریع الحساب است، ولیکن مشیتش بر این تعلق گرفته که
روز قیامت حساب ها و کتاب ها یکی یکی با تومعنینه و با دقت، که یک درس هم هست برای دنیا که انسان بداند مسئله مسئله حساسی است، خصوصا مسئله حق الناس که از مجموع روایات به دست میاد که خداوند ممکنه در حق خودش سخت گیری نکند، اون اموری که مربوط به اوامر پروردگاره و معصیت بندگان، نافرمانی بندگان، اما اموری که مربوط به خلق او می شود می فرماید نه. در بسیاری از روایات می فرماید اول چیزی که سوال می شود از نماز است. نماز ستون دینه، به تعبیر رسول گرامی اسلام الصلاة و عمود الدین، عمود خیمه‌ای که سر پا میسته، اون عمود وسط خیمه اون چیزی است که خیمه رو نگه میداره، یا ستون هر ساختمانی چیزی است که اون ساختمان رو بر پا نگه میداره. شما وقتی عمود رو برداری، ستون و پایه رو برداری، ساختمان فرو میریزه. حالا ساختمان هرچی هم بهش برسی، در دیوارشو مثلا نقاشی کنی، طلا کنی، پنجرهشو چنین کنی، دستگیره درشو چنان کنی، وقتی ستون نداشته باشه فرو میریزه و همه زحمات به باد میره. میفرماید ستون دین نمازه. اگر کسی نماز کنار بزنه بره سر امور دیگری، بله نماز، حالا نماز میگفت که در عزای سید الشهدا گفته بود که من خیلی خدمت دارم میکنم برای آقای امام حسین، اینا سه روز کفشمو در نیاوردم، مشغول خدمت اینا. گفت نه کفش در نمیدی، چجوری وضو گرفتی نماز؟ حالا نماز نخوندیم ولی داریم خدمت میکنیم از شب تا به صبح، از هر میشد از صبح تا به شب. ولیکن اینها عرض میشود گاهی میفرماید بعضی دنبال فروع دین، دنبال عرض میشود که فروع به معنای چیزهای مستحبی، واجبات رو ترک میکنن. ما باید بدانیم چه چیزی واجبه، چه چیزی مستحبه، چه چیزی مکروهه، چه چیزی حرامه. یه نصیحتی پیغمبر اکرم برای امیرالمومنین فرمودن که هرگاه دیدی مردم به مستحبات مشغولن، تو مشغول واجبات بشو. توجه میکنید گاهی میرن سراغ مستحبات، واجبات رو ترک میکنه. مثل همین مثالی که برای شما زدم، وجود مقدس سید الشهدا برای نماز، برای اقامه صلات، برای اصل دین شهید شدن که دین زنده باشه. حالا اگر اصل دین، ستون دین نباشه، شما برید سراغ فروع دیگر، مسائل دیگر، چه فایده ای داره؟ میفرماد الصلاة و عمود الدین، ان قبلت قبل ما سوا. اینو بدونید اگر نمازتون قبول بشه چیزهای دیگر را نگاه میکنن بهش. صدر پرونده نماز، نماز خراب شد به چیزهای دیگه نگاه نمیکنن. حالا بره دنبال مستحبات دیگه بره جان. یا در بعضی از تعابیر میفرماید اگر کسی مثلا مستحبات رو در نظر بگیری، امیرالمومنین در وصیت نامشون به امام حسن و امام حسین و اولادشون میفرماید، و هر کس که این نامه من برسه، میفرماید شما رو سفارش میکنم، شما رو نصیحت میکنم و وصیت میکنم و سفارش میکنم به صلاح ذات البین، به اصلاح ذات البین. بین دو نفر اگر یه وقت یک
مشکلی هست تو بری وساطت کنی، اینها رو به همدیگه نزدیک کنی، دلها رو به همدیگه نزدیک کنی، که این صلاح ذات البین افضل من عامت صلات و صیام، از هرچی نماز و هرچی روزه است. البته اینجا باید ناگفته نمانه، یعنی نمازهای مستحبی، روزهای مستحبی، هر چیزی جای خودش داره، نه که یعنی بگی من پس صلاح ذات بین میکنم ولی نماز نمیخونم. اینا قیاسات عرض میشود که بدون تأمل در دینه. فرمود که فقیه در دین بشید، بدونید دین از شما چی خواسته و در هر لحظه وظیفه شما چیست. گاهی بعضا میبینی دنبال یک اموری میرن، امور بسیار جزئی و بسیار پیش پا افتاده، اصلی رو فراموش میکنن، میره دنبال مستحبات، میره دنبال چه فلان اینها، اما اونی که خدا ازش خواسته، رضایت پدر و مادر، مهمی براش. حالا برو شما نماز بخون. اون روایت اون شبیه اشاره کردم به تو، قل للعاق اعمل ما شئت فانی لا اغفر لک، به عاق والدین بگو هر چی میخوای برو عمل کن، من تو رو نمیآمرزم. حالا برو هی نماز بخون، قرآن بخون، عرض میشود که پول خرج بکن، نمیدونم صدقات بده، عمره برو، حج برو، زیارت برو، هر کاری بکنی، اگه پدر راضی نباشه، اگر مادر دلش گرفته باشه، لازم نیست مادر پدر نفرین کنن، اون دیگه سطح اعلای عاق والدین. عاق والدین وقتی سوال میکنه از امام، عاق والدین یعنی که پدر نفرین کنه، مادر نفرین کنه، حضرت بفرماد نه، اگر دلش مکدر بشه از تو. یکی از بستگان ما، از شاگردای مرحوم آیت الله خویی، فقیهی بود، ملایی، پدرشو، پدرشون هم اهل علم بود، روی ویلچر می برد، به یه سنگی چیزی گرفته بود، این یک مرتبه تکون خورد، این پیرمرد گفت چه میکنی؟ یعنی چرا اینجوری تون بردی؟ این ملا آیت الله بلند شد اومد این و عمامش مرداش گفت بزن تو سرم آقا، بزن تو سرم. این مواده وقت دل شما از من بگیری، من این ویلچر رو اینجوری مثلا بردم. اینا مسائل مهمه. اخلاقش با زن و بچه چجوری؟ اخلاقش با شوهرش چجوری؟ در زندگی، در محیط کار، به مال حرام میرسه چی کار میکنه؟ یأکلون مال الله خزم الابل نبتت الربی، مال خدا رو میبرد، تصاحب میکند، مال صغیر و کبیر و مال ملت و مال همه چی، بعد نماز چه میخونه؟ نماز شب بخونه، کمرت بزنه نمازش، فایده نداره که. توجه میفرمایید؟ گاهی بعضی راه رو گم میکنن. آقا نمونه بارز که بخوایم مثال بزنیم، مثال خوارج. خوارج انسان‌های خوشمغزی بودن، اینا فهمشون از دین درست نبود، آمدن قیام کردن بر علیه امیر المؤمنین و اینا یه معتقدات عجیبی داشتن. مثلا از معتقدات اینانی که بین ایمان و کفر واسطه نیست، فاصله نیست، انسان یا مؤمن است یا کافر، اگر کسی گناهی از او سرزد معصیتی، این کافره، چون از مسیر عبودیت خارج شده. ما میگیم چی؟ میگیم نه، ایمان حد فاصله هم دارد، ممکنه کسی ایمان بیاره به خدا، به رسول، اما در اثر
وساوس شیطان، هوای نفس، گول بخوره، بالاخره انسان جایز الخطاست، خطایی مرتکب بشه، معصیتی، این میشه مؤمنون فاسقون. اگر کسی انکار الوهیت، انکار رسالت بکنه، کافرون، کافره. اما ما بین این هم مؤمنون فاسقون. حالا اینی که گفتن ریشه کجاست؟ میگن علی ابن ابی طالب وقتی حکمیت رو قبول کرد، این حکمیت گناهه، ما گفتیم استغفار کن از این حکمیتی که قبول کرد، این کلاه گشادی که امرآس سرشون گذاشت به واسطه ابو موسای اشعری، که بعدن متوجه شدن هرچی امیر المومنین فرمود که گول اینه نخورید، این حکم و این چیه که اینا میگن، گفتن نه، ما باید حکم بین ما حکم واقع میشه. وقتی قرآن ها رو بالای نیزه زدن، اینا همش آدمایی بودن، اولا تحمیل کردن حکمیت به امیر المومنین، شخص حکم رو هم تحمیل کردن. حضرت فرمود بذارید ابن عباس باشه، یا آدم عاقلی باشه، ابو موسی که عاقل نیست، ابو نه نه، اون فامیل تو از بنی هاشمه، ممکنه به نفع تو بگیره، از اصحاب رسول خدا، مفسر قرآن، شیعه و سنی قبولش دارن، نه نه اینو ما قبول نداره. حکمیت رو تحمیل کردن به امیر، شمشیر کشیدن، مالک اشتر نزدیک خیمه معاویه بود، حضرت پیغام فرستاد مالک برگرد، اینا ما رو محاصره کردن، پیغام داد مالک اشتر آقای چند دقیقه به من مهلت بدید با سر معاویه میام کارو تمام میکنم، نزدیکی ما، حضرت پیغام فرستاد اگه میخوای منو زنده ببینی برگرد، اینا به روی من شمشیر کشیدن، خودیا اومدم تو خیمه حضرت، شمشیر پای گردن حضرت بستم، بگو مالک اشتر برگرد. حکمیت رو تحمیل کردن، شخص حکم رو هم تحمیل کردن، بعد گفتن که خب شما استغفار کنید. حضرت فرمود که ما وقتی اومدیم قرار دادیم، عرض می شود که به قول معروف قرارداد بستیم و قبول کردیم، امضا کردیم، یعنی ترامپ نیست که هر روزه یه چیزی بازی در بیاره و یه اینو قبول ندارم، اونو پاره میکنم، اینو اینجا میندازم، اونو اونجا میندازم، نه، ما چیزی رو که امضا کردیم، چیزی که قبول کردیم، باید سر قول و عهدمون باقی بمانیم، عهدمون هست. اینها گفتن که خب چون بر نگشت و توبه نکرد، پس علی کافر است. ما توبه کردیم، او توبه نکرد، بین ایمان و کفر دیگه چیزی نیست، فاصله نیست، وقتی بر نگشت توبه نکرد، این کافر است. و رضا مقابلش شمشیر کشیدن، شمشیر کشیدن، آمدن نهروان، یه جوانی با زنش داره بر میره طرف کوفه، سر راهش گرفت، زنش حامله است، گفتن که شما از علی ابن ابی طالب براءت بجویید. گفت نه، من براءت نمیجویم، ناسزا بگو به علی و براءت بجو. گفتن نه، من گفتن گردنشو بزنید، برای این که به علی ابن ابی طالب ناسزا نگو، براءت نجوز. گفتن اینی که اینجور بود، این فرزندشم مهدور الدمه، شکم این زنم پاره بکنید. جنینشو در آوردن، بچه رو سر بریدن، اون بچه رو. حالا استدلالشون چیه؟ نمونهش حالا ما دیدیم بعد 1400 سال، این عرض میشه داعشی ها رو اگر نمیدیدیم، شاید بعضی روایات برامون پذیرفتنش سنگین بود، اما دیدیم با مردم چه کردن اینها، حتی با غیر مسلمان ها، اردمای زیدیین با عرض میشود که مسیحیین با دیگران اومدن نشستن کنار نهر آب، شمشیرشون که این آقا رو از دو عرض میشد گردن زدن، بچه رو، خب اون شکم مادرم که پاره کردن، حتما مادرم از بین رفته دیگه.
پدر و مادر و جنین رو از بین بردن، نشستن هر میشد شمشیرش کنار نهر میشوره، خونها رو داره میشوره تمیز میکنه. یه مرتبه یه سیبی روی آب داره میاد از یه باقی از کجا، یکی که اونور نشسته بود سیبه رو برداشت گاز زد، این بقید دستش محکم زد پشت دستش، گفت این سیب مال کیه تو برداشتی گاز میزنی؟ میدونی صاحبش کیه؟ اما تستحیی من الله، از خدا خجالت نمیکشی؟ این سیب را میخوری؟ ببینی تا دو دقیقه پیش خون بیگناهی رو اون جنین، حالا اون مرد حالا به نظر شما کافر بود، این جنین این چه گناهی داشت؟ فهم از دین وقتی درست نباشه انسان به اینجا میرسه. امام حسین دیروز براتون تو مقتل خوندم، امام حسین علیه السلام فرمود که به مازا تستحلون دمی، برای چی میخوای خون من رو بریزید؟ آیا قصاص کسی رو کشتم میخواید در مقابلش منو بکشید؟ آیا مال کسی رو تصاحب کردم؟ آیا چیه؟ گناه من چیه؟ من نمیخوام زیر بار بیعت یزید برم. گفتن که چون امیر به ما دستور داده، دستور داده، حالا تازه دستور داده، کاری کردم با آل الله، با فرزندان پیغمبر که با کفار چنین کاری جایز نیست. بر فرض ایشون رو شما میخواین دستگیر کنید یا به قتل برسانید، این بستن آب برای چیست؟ بستن آب برای چیست؟ کسانی بودن که اینا نمازخون بودن، قرآن میخوندن، نمازم میخوندن، بعد آب رو میبندن. آب که پیغمبر فرمود اگر در جنگ رفتید آب رو مسموم نکنید، سرزمین کفار گرفتید، حق ندارید عرض میشد به منابع طبیعی صدمه بزنید، درختی رو قطع نکنید، آبی رو مسموم نکنید، مراقب باشید ممکنه حیوانات از این آب بخورن مسموم بشن، حتی برای دشمنتون. این دستور پیغمبر، این دستور از کجا آوردید شما که آب بسته باشید؟ حضرت چند مرتبه بیان کردن، گفتن این آبو میبینی که اینجور موج داره میزنه، ما به تو و بچه های تو نمیدیم تا اینکه حتی تموت عطشان، تا اینکه عطشان از بین بری. این کارا فهم کج از دین اینگونه میشه. اگر انسان مراقبت نکنه، مواظبت نکنه، کم کم کار به اینجاها میکشه. ولذا امام حسین علیه السلام دیدن اگر یه حرکتی الان نکنن، یک عرض میشد شوکی در اجتماع وارد نکنن، این همینجور اعوجاج همینجور دلیل ادامه پیدا میکنه. دیدن که این خون باید ریخته بشه تا بعدن که این ثمرش هم از همون روز عاشورا شروع شد. فرمود که رئیس مایار کبول فرس، فرمود اینقدر بعد از من دوام نمیارید، شروع میشه نهزت ها، شروع میشه قیام ها، شروع میشه مثل کسی که سوار اسب بشه، دو دقیقه، پنج دقیقه بعد از اینکه سر بریده امام حسین بالای نیرم، پیر مردی داد زد که این پیغمبره که داره به شما نگاه میکنه، نگاه غضبناک. راوی از امام باقر میپرسه یا ابن رسول الله این مطلبی که در تاریخ کربلا هست این صحت داره، این چیه؟ فرمود درسته، اون پیر مرد که نگاه کرد اون جبرئیل بود که تمثل به رسول الله پیدا کرد و اون دید و اینها پیغمبر رو میشناختن، چهره پیغمبر رو میشناختن. این یک مرتبه شد و این ریشه عرض می شود که جرقه قیام توابین شد، یه ده همونجا شروع کردن گریه کردن و از همونجا تصمیم گرفتن، آمدن اون اولین قیامی که شد قیام توابین. توجه می فرمایید؟ فهم از دین. ولذا انسان ببینه چه چیزی الان بر او واجبه، چه چیزی بر او مستحبه،
چه چیزی مقدمه الان؟ چه چیزی مقدمه؟ گفت که از علما، گفت تعدادی از طلبا رفته بودن مشهد زیارت امام رضا. خب اینا میرفتن زیارت، یکی از این آقایون زود زیارت میکرد، برمیگشت میومد چایی درست میکرد، خونه رو آماده میکرد که اینا با همدیگه رفته بودن همه زیارت آقا علی ابن موسی رضا، به زائران امام رضا خدمت میکرد. خب این یه فهمیه که بگه من خدمت وقتی به اینا از راه میان خسنه، من اونا زیارتم به جای که حالا یه زیارت طولانی بخونم، یه زیارت مختصرتر میخونم، ثواب زیارت میبرم و ثواب این که خدمت کنم به زائرین امام رضا علیه السلام. وقتی میان یه چایی میخونن، استراحت میکنن. بعضی بله خیال میکنه که میفرماید صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاه و الصيام. اگر بین دو مسلمان عرض میشود که شکلات باشه، بعضی کارشون اینه تا میبینن که همچی موقعی افتاد شروع میکنن ایزون میریزن، آتش شعله ورتر میکنن، دو تا کلام از این میشنوه میره پیش اون، شنیدی آقا نبودی چه گفت، از این میشنوه با اون میگه، اینا رو بدتر. و حالا که دستور دین چیه؟ دستور دین اینه که اینا رو دست به دست هم بدین کینه ها بره. حتی میفرمد جایی که دروغ که بزرگترین گناهه، در صلاح ذات البین دروغ جایز میشه اگر متوقف باشه به دروغ. میگم میره پیش این میگه که آقا تو خیلی بی انصافون، آقا اینقدر تو رو دوست داره، اون خیلی هم دوستش نداره ها، این الکی به این بگه که دوستت داره، با اونم بگه اون دوستت داره، این محبت اینها رو جذب بکنه. میگن فقها میگن اشکال نداره اگه برای صلاح ذات البین باشه، برای دیگه نباشه، متوقف باشه. اینقدر مهم صلاح ذات البین، اینقدر مهم این امور. بعد وارد میشن در غیبت، در تهمت، در امثال ذالک پناه میبریم به خدا. روز روز حساب فرمود لا یزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع. قدم ها اونجا هست، برداشته نمیشه تا اینکه از چند چیز سوال میشه. یک، فیما افنا عمره، عمرشو در چی فنا کرد، عمرو کجا گذراند، روز و شب و ماه و سال سپری شد، چه کرد، چه کردی با این نعمت خدا و این سرمایه حیاتت. بالاتر از این دیگه ما چیز دیگه نداریم که، بالاتر از حیات چیزی دارید بگی؟ هیچ چیز بالاتر از این نعمت بزرگ، نعمت حیات نیست. خدا نعمت حیات بهت داده. خب این چند سالی که زندگی میکنی، یعنی این چند سالیه وقتی حساب بکنی، مثلا چند سالش که تو خوابی، شبا رو حساب بکنید ساعت ها، بعضی هم که ماشاءالله خواب زیاد دارن دیگه، سالهای بیشتری رو در خواب سپری میکنن، اون چند سالی که بیداره چقدرش واقعا بیداره، چقدرش باز عرض میشه بعد صرف این طرف و اون طرف. بعد میفرمد فیما ابلا شبابه، خود عمر یه نعمتیست، یه نعمتم تو این عمر نعمت خاصه، و اون شباب جوانی رو چه کردی؟ نعمت جوانی، قدرت جوانی، استعداد